نشست علمی روزانه آیت الله سی صادق حسینی شیرازی روزهای پنج شنبه و جمعه یازدهم و دوازدهم شعبان سال 1445 برگزار شد در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با حکم استفاده از طلا برای مردان فرمودند این مسئله در اروت و الوسقا مورد اشاره قرار گرفته و محل اختلاف میان فقه هاست. جماعتی از فقه ها استفاده از طلا را مطلقا برای مرد حرام می دانند. اما جماعتی دیگر از فقه ها استفاده از طلا را مطلقا حرام نمی دانند. معظم الله در خصوص استفاده زینتی از طلا فرمودند از جمله مواردی هم که مورد بحث میان فقها قرار گرفته این است که آیا استفاده از طلا کلا برای مرد جایز نیست و یا زینت نمودن با طلا هم حرام است مانند آنکه برای دندان خود از روکش طلا استفاده نماید یا لباس خود را با طلا زینت نماید و یا تسبیح طلا در دست بگیرد که در این زمینه هم میان فقه ها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقه ها استفاده از آن را بلا اشکال دانستند و من هم برداشتم همین است ایشان در رابطه با استدلال عدم حرمت طلا از نظر برخی از فقه ها فرمودند این دست از فقه چنین استدلال نمودند که در ادله آمده که منظور استفاده از طلا پوشیدن آن است لذا مواردی چون استفاده از گوشواری طلا، انگشتر طلا، خلخال طلا و علنگوی طلا برای مرد حرام است اما در سایر موارد استفاده از طلا برای مردان حرام نیست. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم استفاده از طلا هنگام خواندن نماز هم فرمودند در رابطه با این مسئله هم میان فقه ها اختلاف وجود دارد و جماعتی از فقه ها فتوا دادند که استفاده از طلا علاوه بر آن که حرام است مبتل نماز نیز می باشد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم و علیکم السلام بله افرادش نه بله عرض کردم نه نه چون باطنه از بابی نه چون باطنه اشکال نداره حتی اون اگر به دستش تسبیح تلام بگیره اونی که میگه دندون تلا اشکال نداره میگه تصویح تلا اشکال نداره اگه به سینهش یه چیز تلا میذاره پوشیدنی گفتن اشکال داره چون روایاتی که معتبر سندن و اجماعیه پوشیدن تلا برای اشکال نداره یعنی جماعتی گفتن برداشت خود منم هم همینه مکروه نه که حرامه اما خب جماعتی فرمودن هم حرومه یعنی ببینید مرد تلا بپوشه چه انگوشتر تلا چه الانگو چه خلخال این حروم اجماعیه اما زینت تلا اگه پوشیدنی نباشه مثل همین روکش دندون تلا یا فرض کنید تسبیح تلا دستش میگیره محل خلافه چون روایاتش در پوشیدنه روایت داره که المامن... پیغمبر خدا به امیر المامنین صلی الله علیه و, و ما فرمودن این دلا زینت آخرته زینت بهشته یعنی مطلقه حتی پوشیدنی نباشه اما این روایت محل بحث سندی داره